خب ما میتونیم به جای اینکه بیایم مثلا آرایه ها، من زدم در مورد آرایه ها صحبت کنم تو فور، بتونه مثال من برگردم میگم let مثلا دیتا مساوی مثلا 1 2 3 4 5، ایشون آرایه هست درسته، من میخوام بخونمش چیکار باید بکنم؟ یه دستوری هم داریم توی PHP در واقع وب استورم فور آی، آی رو بزنیم براتون جنریتش میکنه خود برنامه. خب ما اگه بخوایم کل دونه دونه این دیتا ها رو بخونیم توی آرایه، شماره صفرم رو بخونیم، شماره یک رو باری کردن نمیش لنس، یکم رو بخونیم، دوم رو بخونیم، سوم رو بخونیم، چهارم رو بخونیم، از چه دستوری استفاده میکنیم؟ طول رشته شو برگردونه دیگه، چی؟ لنس. برمیگردم میگم دیتا دات لنس. خب مثلا این رو برمیگردم میگه 5 تا 4 تا 10 تا 100 تا، حالا هر چی هست. حالا میخوام روی پیمایش انجام بدم، میتونم برگردم بگم کنسول دات لاگ مقدار دیتا چیکار کنم اینجا؟ آره دقیقا میام به این شکل. خب اینجا آی چیه؟ اول شما قبلا میخواستید بخونید اینجوری میگفتید دیگه، کنسول دات لاگ مثلا میگفتید دیتا صفرم دیگه، درسته؟ از من کامنتش کنم میگفتید و F12 رو میزدید برای تو یک رو چاپ کنید، حالا برمیگردید میگید که مثلا یک رو برام چاپ یا دو رو چاپ. به این شکل شما میتونید بیاید دونه دونه به این مقادیرش رو عوض کنید و دیتا هایی که اینجا هستش رو چیکار کنید؟ پیمایش کنید. آقا اصلا این استرینگه مثلا هست دورج، مثلا این بر هست آمین، این بر هست مثلا علی، چه دیتا هاست مثلا سمت چیز دارم میگیرم، مثلا سمت دیتا بیس دارم میگیرم، تمام دیتا هایی که تو دیتا بیس هستش رو دارم دونه دونه میخونم، میخوام بررسی کنم. اینجا راحت شما میتونید بزنید آقا دورج آرمین رو کشید بیرون، ایندکس صفر رو، ایندکس یکم، اینا هم اینجا همین صفر و یکم. خب به جایی که من بیام اینجا چی رو؟ اون میشه دیگه چیز دیگه، در واقع شما دارید یعنی مثلا اینجوری این میدونی داره چیکار میکنه که آرایه تو آرایه هست، آرایه تو آرایه هست، بلش کنید میشه آرایه دو بودی، آرایه دو بودی هست در سهن نمیخواد هم یاد. خب این آخه خود تورج استرینگ مگه نی؟ خودش هم آرایه باید در نظر بگیرید، بلکن اون داستان داره حالا بیدیم توضیح بدیم چیه قضیه، بیدیم جلوتر در موردش صحبت کنیم. این الان پس من از لنس میتونم استفاده کنم تعداد دیتا هایی که داخل این خونه هستش رو بکشم بیرون و روش پیمایش کنم. مثلا میگه پیمایش کردم با آی 0 1 2 3 4 5 100 هر چی که هستش میتونه در واقع اینجا بزنید و الان بزنید تمام دیتا رو کشید بیرون، درسته؟ مثلا سختش بخوام بکنیم چه جوری میشه؟ میخواید دیتا رو ازش بگیریم؟ من میگم میگم نامبرز. خب من میخوام از کاربر بگم چند تا درس داشتی این ترم، برمیگردم میگم count مثلا listen، و بیام اینجا برگردم میگم number prompts please مثلا enter counts مثلا distance، درسات رو من میگم چند تا درس داشته یا حداقل هم توی کارشناسی با 4 تا درس هم نه 14 باید دیگه مینیموم 4، حالا فرض کن 4 تا باشه، میام برمیگردم میگم اینجا for این count رو در واقع لیسنس، این فرض کن مدیر آموزش میگه مثلا فلانی چند تا داشته درس؟ 4 تا. حالا تک تک نمره هاش رو من میخوام وارد کنم، برمیگردم میگم point let point و برمیگردم بازم میگم number و prompt please مثلا enter number مثلا please enter point مثلا distance،
میگم دونه دونه وارد کن، دونه دونه میخوام بریزمش توی آرایه. میام اینجا یه لیت مثلا دیتا هست. خب چجوری؟ شما بگید دیتای آی صفرم یکم دوم سوم و علاوه مساویه بالا مساوی بذارم من از اینطور یا مساوی بذارم مساوی بذارم میام اینچه پوینت. الان دونه دونه من دارم آرایه رو با نمره های طرف چکار میکنم؟ پر میکنم. بعدم در نهای کنسول لاگ میگیرم مقدار دیتا رو. میام اینچه میخوام الان معدلش رو سنگ میچرخم F5 رو میزنم میگم این بنده خدا 5 تا درس داشته، اولیش بوده 10 12 14 15 16 10 همه رو گرفت 10 12 14 15 16. خب حالا میخوام معدلش حساب کنم. معدلش رو میگه چجوری حساب کنم؟ اینجا شما الان میخوام معدل این حساب کنی چجوری حساب میکنی؟ جمع میکنی و تقسیم بره تعدادش. خب یه فور میذارم اینجا فور آینج برمیگردم میگم دیتا دات لنس بیا برو تعدادشو بشمار. خب بعد چیکار بکنی؟ جمع بکنی درسته؟ نیاز دارم به یه چی؟ آری کرده یه متغیر یه لت سام میذارید مساوی با صفرش میکنید. خب اینجا حالا چیکار میکنی؟ دقیقا پلاس مساویه دیتا آی چیکار میکنه؟ تک تک رو جمع میکنه میریزه توی سام و در نهایه کنسول سام تقسیم بره دیتا. چرا آی بکنم؟ بیرون دیگه بیرون میخوام معدل حساب بکنم دیتا دات لنس دیگه. اگه بیام اینجا برگردم بگم F5 5 تا چرا بدم 12 14 15 17 18 معدل 15 و 2 ده. معدلش اشتباهه. چرا؟ شما ضریب داره درست درسته؟ شما میرنه که نمره را طرف میگیریم و ضریبش هم میگیریم. توی دانشگاه وقتی میخواد معدل شما رو حساب بکنه برمیگرده میگه این درسی که برداشته چند واحدیه؟ 3 واحد 2 واحد. خب امنه تو خونتون این خواهد بود که این رو می نویسید و توی دانشگاه هم الان بری از همین فرمول استفاده می کنن. پروژه همینه. مثلا فکر می‌کنی تو دانشگاه طرف میشینه مثلا دیتا های شما رو داره میشینه معدل شما رو حساب میکنه بهت میگه چیه؟ یک نمرت رو میگیره دو مالتیپلش رو